بیننده و شنونده ای که دیگر از برنامه های نینا هستید، گرمترین سلام های ما را پذیرا باشید. روز شنبه 20 مه 30 اردیبهشت ماه در میدان ترافالگار لندن و در جمع مردمی که در اعتراض به اعدام های جمهوری اسلامی جمع شده بودند، محمد رضا علی پیام متخلص به حالو از سوی جمعی از سلطنت طلبان مورد تعرض کلامی، فیزیکی و حتی آزار جنسی قرار گرفت. این اولین بار نیست که این اوباش سازمان یافته و بانسیاهی با عربده‌کشی و برخورد فیزیکی و توهین به مخالفین جمهوری اسلامی و مخالفین رضا پهلوی و جریان سلطنت طلب حمله‌ور می‌شود. عربده‌کشی‌ها، فحاشی‌ها و تعرض‌های کلامی و فیزیکی بانسیاهی‌های سلطنت طلب و پادشاهی‌خواه در برخی از تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور، ناامن کردن فضای سیاسی و اعتراضی ایرانیان معترض در خارج از کشور، به هم زدن مراسمات و تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و تعرض به مردم مخالفین خود، اگر پیشتر افشا نشده بود، امروز کاملا برای همه کس عیان و افشا شده است. تا جایی که میان روترین مخالفین جمهوری اسلامی هم امروز حاضر نیستند، کمترین نشانی از همراهی با این گروه باند سیاهی و مخرب راست سلطنت طلب داشته باشند. سریا شهابی، به برنامه امروز ما خوش آمدید. خیلی متشکر. با سلام به شما و بینندگان رادیو نینا. خیلی خوشباورانه فکر میکنن جنبش پادشاهی خواهی میتونه متمدن و مدرن و امروزی باشه، مستقل از این که در گذشته پادشاهان چه جنایتهایی کردند، چه کارهایی که کردند. به نظر شما این لاتبازی ها و لومپنبازی های سیستماتیک فعالین این جنبش کجای این تصویر قرار میگیره؟ بله، شما خبر تعرض به آقای علی پناه رو پخش کردید. قبلا هم به آقای خورسندی پناه میکردن، قبلا هم به نیروهای چپ فحاشی کرده بودن و حمله کرده بودن. فراتر از دنیای مجازی جرأت کردن در دنیای واقعی این اقدامات لومپنیزم و این به اصطلاح لاتبازی رو درآورن. ببینید، مستقل از این که پادشاهی خواهی باشن یا جمهوری خواه باشن یا طرفدار دیکتاتوری باشن یا طرفدار دموکراسی باشن، که حالا در مورد پادشاهی خواهی ما بود نوستالژیکش رو بذاریم کنار، میتونیم جدا در موردش صحبت کنیم، ولی چرا اینا دست میبرند علارغم دایه های به اصطلاح متمدنانه آقای پهلوی، آقای رضا پهلوی، اینا به وقتی که وارد اقدام میشن، وارد فعالیت میشن، چیزی از دار و دسته های اوباش جمهوری اسلامی و لباس شخصی های جمهوری اسلامی ندارن، فعلا در قدرت نیستن. میگم اسمشون رو بذاریم کنار، پادشاهی خواهن، دموکراسی خواهن یا جمهوری خواهن، هرچی هستن، اینا یک تحرک شکست خوردن، اینا نمایندگان یک نظام شکست خوردن، اینا نمایندگان یک روبنای سیاسی رد زده شده به سینش توسط جامعه ایران هن. نه توسط جمهوری اسلامی، توسط جامعه ایران. اینا از جامعه ایران شکست خوردن، نظامشون پایین کشیده شده و جنبش شکست خوردگان نمیتونه آرمانهای شوق‌آمیز و شورانگیز داشته باشه. شما میتونید ناسیونالیست باشید و آرمانهای شورانگیزی داشته باشید. ناسیونالیست‌های کرد در زمانی که سرکوب میشدن در کردستان ایران و در کردستان عراق، اینها با آرمانهای دفاع از علیه تبعیض، مستقل از این که چقدر ناسیونالیسم جواب میده یا نه، ولی در یک اعتراض شورانگیز علیه تبعیض، علیه بی‌حقوقی، اینا رشد میکردن. سلطنت طلبا علیه کدوم تبعیض رشد کنن؟ با کدوم آرمان انسانها رو بسیج بکنن و به میدان بکشن که بتونه که در رفتار اینها موازین متمدنانه رو رعایت بکنن؟ ندارن. اینا هیچ آرمان ضد تبعیض و عدالت خواهانه‌ای ندارن، هیچ آرمان متحد کننده و متشکل کننده و به حرکت درآورنده یا یک تحرک مردمی رو ندارن. در نتیجه اینا به عنوان یک، مثل این مونه که شما مثلا فاشیست های
آلمان رو بیارید بخواید که مثلا خیلی متمدن باشن. فاشیست ها قبل از به قدرت رسیدن و قبل از هولوکاست و قبل از به زیر کشیده شدن میتونستن دایه های متمدنانه و نمیدونم رشد و شکوفایی و در حرف داشته باشن، ولی بعد از شکست و بعد از دست ردی که جامعه انسانی به سینه‌شون زد نمیتونن همچین چیزی باشن. جنبش پادشاهی خواهی در ایران یک تحرک و جنبش نیست، یک تحرک شکست خورده است. مدافع یک نظام شکست خورده مستقل از میگم نوستالژی که شما تصاویر جامعه‌ای که شباهت بیشتری داشت به جامعه روز خودش رو بذارید کنار جهنمی که جمهوری اسلامی آفریده، ولی جامعه ایران دست رد به سینش زد و مردم ایران جمهوری اسلامی را ببخشید رژیم پادشاهی رو نخواستن و رژیم پادشاهی پهلوی رو نخواستن، حتی قاجار که نه، پهلوی رو نخواستن. در نتیجه شما وقتی که سخنگو و نماینده یک جریان شکست خورده اید و آرمان پیشروی ندارید و مجبوری دست بکنید به کیسه ارزش هایی که تو چشم اون جامعه و تو چشم نسل های بعدی که با یک انقلاب رشد کردن و جمهوری اسلامی رو نمیخوان بخواید این ارزش ها رو بر اینا حاکم کنید، هیچ ابزاری ندارید غیر از لات و لومپنبازی و چاقو بازی و باند سیاهی گری. میخوام بگم مستقل از راست بودن و ناسیونالیست بودن یا نبودنش، که به نظر من جمهوری اسلامی ناسیونالیست تر از ایناست. جمهوری اسلامی سلطنت پادشاهی خواهان نمیتونن در مورد جمهوری اسلامی دعای ناسیونالیستی بکنن، چرا که اون نشسته بر روی سکویی که میگه من جنگ 8 ساله‌ای با دشمن خارجی کردم، اتفاقی که در ایران در زمان پوچ کدوم از پادشاه ها نیفتاد. هرچند که اون جنگ ارتجاعی بود و جمهوری اسلامی به نفعش بود و سرپا نگهش داشت، ولی آرمان های ناسیونالیستی رو پرچمش رو از دست خاندان پهلوی گرفته که دست جمهوری اسلامیه. در نتیجه نه در عرصه ناسیونالیستی و نه در عرصه سکولاریستی اینا مبشر هیچ ارزش در عمل مبشر ارزش هیچ ارزش انسانی نیستن. در نتیجه تنها ابزارشون فخاشی، اوباشگری و باند سیاهیه. بی دلیل نیستش که هر چقدر ظاهرن مثلا در پشت میزهای تحرکات سیاسی اینا ابراز تأسف میکنن، ولی بازم وقتی اینا میخوان با مخالفشون حرف بزنن جز فخاشی لومپنبازی و باند سیاهی این چاقوکشای جمهوری اسلامی بیشتر از این ساخته نمیشه. جنبش اسلام سیاسی شکست خورده است، نمیتونه آرمان هیچ تغییری، کمترین تغییری باشه، برای اینکه یک جنبش شکست خورده است که از مردم ایران شکست خورده. جنبش خاندان پهلوی از مردم ایران شکست خوردن، خوب یا بد این یه واقعیت، شما نمیتونید عوضش بکنید. با تحریف تاریخ و با به اصطلاح فرشت ساختن از امثال ثابتی ها که خودش روش نمیشه با عکسی که اینا ازش گرفتن حتی عکس بگیره، با اینا و با به اصطلاح مراسم عروسک بازی تشریفات اعلی حضرت اینو نمیدونم استقبال از فرح پهلوی و که واقعا عروسک بازی نسبت به واقعیتی که حکومت اینا داشت، اینا حکومتی داشتن بر بهشت سرمایه و بعد بهشت سکوت برای سرمایه که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. حالا در حاشیه این تبلیغات و این پروپاگاندها که رسانه‌های اصلی بهش دامن میزنن، اینا فقط و فقط نیروهای مخربی هستن که در مورد در پیش پای این انقلاب هستن. خودشون نه شانسی دارن نه کسی دنبالشون برای هیچ حرکت انقلابی را میفته. بر همین دلیله که شانسشون رو بستن به دستجات سپاه و بسیج و انواع اقسام دستجات باند سیاهی خود جمهوری اسلامی به اونا امید بستن، غافل از این که دستجات باند سیاهی جمهوری اسلامی زیر پرچم رهبری یاسمن پهلوی و نمیدونم فرح پهلوی و رضا پهلوی نمیرن. اینا خودشون باندهای سیاهی هستن که متحدین اینها و پشت و به اصطلاح متحدین اینها و قدرت اینا گروه های باند سیاهی دیگه ای هستش که در ترکیه هست، در افغانستان هست، در پاکستان هست، در سوریه هست، در عربستان سعودیه. با میدونن که سرمایه‌ای توی خزانه
خاندان پهلوی برای کمک به ارتجاع اسلامی و باندهای سیاه جمهوری اسلامی برای اینکه در فردای ایران بتونن فروپاشی رو جامعه رو با فروپاشی خودشون یکی بکنن، میدونن که اونا خزانه‌ای ندارن، در نتیجه ازشون سوء استفاده تبلیغاتی حتما میکنن ولی شانسی ندارن. فقط به هر حال اینا نیروی شکست، نیروی شکست، نیروی باخت، نیروی وقتی هستن که میدان خالی بشه از تحرکات مردمی، وقتی هستن که جامعه مستعصل بشه و به هر سناریوی سیاهی رضایت بده و خودشون میگم شانس قدرت ندارن، برای که هیچ آرمانی برای بسیج مردمی ندارن، چرا که ارزشایی که مبشرش هستن ارزشی هستش که یک جامعه 30 میلیونی با اکثریتش بهش پشت کرد و بهش لگد زد، مستقل از این اینا چه تعریفی میکنن؟ فارغ از این که میدیای راست مخصوصا میدیای رسمی همچون بی بی سی، ایران اینترنشنال و اینا که تمام تلاششون کردن در جریان این خیزش انقلابی اونا رو به عنوان آلترناتیو به جنبش آزادی خواهی و برابری طلب ایران حق نکنن، فارغ از این که همونطور که خودتونم اشاره کردید استراتژی و برنامه اقتصادی جز ادامه همون برنامه های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ندارن و هیچ برنامه خاصی برای آینده کشور ندارن. اما سوالی که خیلی از ما میپرسن اینه که اینا هنوز به قدرت نرسیدن، به این شیوه لومپنبازی و به این شیوه هیستریک و سیستماتیک به فعالین و مخالفین خودشون حمله میکنن. سوال اینه چرا رفتارشون به این شکل هستش؟ راست، ما نیروهای راست زیادی داریم، راست میتونه رفتار سیاسی داشته باشه در حالی که اینها بویی از مبارزه سیاسی هم نبردن. نظر شما در این باره میشنویم. ببینید اینا یه جنبش نمیشه بهشون، یک تحرک زنده به مردن، زنده به یه گذشته مردن، آرمان پیشروی ندارن، جنبش انتقامن، جنبش شکستن. در نتیجه به بهانه آقای عالی پناه که من به اسم آقای اسم کمدیشون آقای حالو بیشتر میشناسمش، انتقام از گذشته فروپاشیده رو میخوان از هر کسی بگیرن و به بهانه این که دیشون توی سپاه بوده و حمله ای که به چپ میکنن و اینا جنبش انتقامن، اینا اینجا جنبش مخرب کشت و کشتارن. کاری نداشته باشید آقای پهلوی چی میگه خشونت نکنید، اون خشونت های سپاه اینا رو قبولش داره قانونیه، ولی اینا خشنترین و انتقامجوترین باندهای سیاهی هستن که اگر زورشون برسه و اگر میداندار باشن از چاقوکشا و باندای دست سیاهی لباس شخصی و بسیجی جمهوری اسلامی نه تنها کمتر ندارن، هارترن، چون اونا رو جامعه زده توی کنج عزلت، به حاشیه رو به بنبست کشوندتشون، سنگر دفاعی نشوندتشون، اینا تازه شارژ شدن اگر میدان پیدا بکنن، ببینید شما میتونید جنبش سکولاریستی باشید، راست باشید و طرفدار سکولاریزم باشید و موازین متمدنانه رعایت بکنید اگر پایه اجتماعی داشته باشه، اگر جنبش اجتماعی باشه. چپ و کمونیسم مثل ما سکولاریسته، ولی سکولاریزمشو میدونه که برای اینکه دست مذهب رو به طور کامل قطع بکنید راست تو ایران نمیتونه، شما باید بکنید این کار رو و بی قید و شرط اسلام رو از دین رسمی رو حذف بکنید و اسلام رو از سیطره اسلام رو و هر مذهبی رو بر جامعه کوتاه بکنید، به عنوان امر شخصی بذارید کنار. راست ایران هم چنین کاری نمیکنه. در نتیجه اینا حتی یک جنبش سکولار به عنوان سکولار هم نیستن، یک جنبش انتقامجو از توهمات و نوستالژی و به اصطلاح تراپی که خانم فرای پهلوی میکنه و به اصطلاح خوشش میاد که بهش میگن اعلی حضرت و بهش شفرش قرمز، این عروسک بازی ها که بالاخره برای آرامش روحی ممکنه کمک بهشون بکنه، اینا رو تلویزیون ها بزرگ نمایی میکنن ولی واقعیت وجودی اینا هیچ
موازینی ندارن غیر از اینه که انتقام. شما الان میبینید که بیشتر ما رو میان جلوی تلویزیون و از اعدام های آقای ثابتی حمایت میکنن. خب این چه آرمانی میتونه داشته باشه؟ حتی مخالف اعدام نیستن، حتی مخالف اعدام به عنوان یک لیبرالی که توی جامعه بورژوایی اروپایی هست که مخالف اعدامه، اینا مخالف اعدام نیستن و وقیحانه میگن. و اون سیاسیونشون هم میگن آخه مردم عصبانیان، یعنی ایرادی نداره، هم به نظر برسونه که مردم عصبانیان، اینا میتونن انتقام گذشته فروپاشیده رو از هر کسی که بهبود بخواد، از هر کسی که بخواد از جمهوری اسلامی عبور بکنه و آزادی و برابری بگیره میخوان بگیرن. جنبش انتقام هم جنبش خون و خون پاشیدن هم. درنچه هر کسی که میخواد جامعه رو، این مبارزه رو امن نگه داره، جلوی دادگاه‌های صحرایی اینا رو بگیره که از اون طرف دستشون توی دست فرماندهان سپاهه، از اون طرف میخوان همونجا یکی مثل علی پناه رو که چند سال توی سپاه بوده که خب دوران جنگ بوده و سپاهی در مقابل مردم بوده، تردیدی در اینجا. ولی شما کی هستید دادگاه صحرایی برگزار میکنید؟ شما کی هستید میخواید اونجا مجازات بکنید در حالی که خودتون با سران سپاه دستتون توی دست همه؟ یا خورسندی رو به خاطر اینکه لقب اعلی حضرت نداده به رضا پهلوی، با بهانه است اینکه ایشون در سپاه چند سالی کار کرده یا نکرده، خورسندی که نکرده و چپا نکرده. اینا جنبش انتقامن و جنبش خون و خون پاشیدنن و برای امن نگه داشتن این مبارزه فقط چپه و کمونیستای مثل ماست که علیه اعدامه، علیه دادگاه‌های صحرایی، خواهان به محاکمه کشوندن همه سران جمهوری اسلامی. نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم، ولی مخالف دادگاه صحرایی هستیم که هر کی هر کجا تصمیم گرفت هر کی رو اونجا به سلابه بکشه و امروز فحاشی بکنه فردا چاقو بزنه و هوراکشانشون توی دنیای مجازی. این موازین انسانی که انقلاب ایران بهش دست پیدا کرده، مردم ایران خیلی متمدنن، مردم ایران ضد انتقام و انتقام کشی و اعدامن، عدالت میخوان، برابری میخوان، از کارگری که اعتصاب میکنه و امروز در میدانه تا دانشجویی که اعتراض میکنه تا زنی که به خاطر آزادی های فردیش هزاران هزارش قربانی داده تا معلم و بازنشستش، اینا آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان، دفاع از محیط زیست میخوان، دفاع از حیوانات میخوان، عدالت اقتصادی میخوان، معیشت میخوان و ضد ارتجاع اسلامیان و ضد اسلامیان. اینا نیروهای مخرب و انتقامجویی هستن و فقط باید همینجوری بهشون نگاه کرد. اینا انتقامجویان و خونخواران زنده کردن گذشته مردن و نباید منزویشون تبرعشون نداد تو هیچ تظاهراتی که تو و هیچ تحرک مردمی که اینا با این شعارها میان و میخوان اونو به هم بزنن و میخوان اونو تبدیل به این برنامه های قصاص های شاهنشاهی، قصاص های اسلامی تموم شد، حالا نوبت قصاص های شاهنشاهی و طرفداران نئوپهلویستایی هستش که تا دیروز انجمن اسلامی بودن و دو خردادی بودن و امروز کفچرانی میکنن در خدمت آقای پهلوی. مرسی. همونطور که شما هم اطلاع دارید، تشکیلات انگلستان حزب حکمتیست خط رسمی در این رابطه هم اطلاعیه ای داده. در صحبتاتون هم خودتون هم اشاره کردید که راه عمل کردن مبارزه بایکوت. این به نظر شما چه تضمینی، چطور میتونه آینده امن برای مبارزه سیاسی و هر نوع مبارزه علیه جمهوری اسلامی، چه در داخل چه در خارج، در قبال این باندهای سیاهی سناریو و یا دیگر احزاب سناریو سیاهی، چه تضمینی میتونه، چطور میتونه این امنیت این مبارزه رو تضمین کرد؟ ببینید، تظاهرات، اجتماعات، تحصن، اعتصاب، همه اینا مبارزه است و مبارزه متشکل و سازمان یافته است. در اینچه راست میتونه مبارزه بکنه، سازمان خودش رو درست کنه، تنظیمات خودش رو درست کنه. شما تصمیم میگیرید ازش فاصله بگیرید یا نه، ولی معلوم باید باشه. همه با همه نداریم، ولی کسی راه کسی رو نبسته. شما راست سلطنت طلبی، ناسیونالیست یا هرچی هستی، برو تنظیمات خودتو چیز کن. بقیه جامعه میبینه که شما قراره برید در ترافالگار سکویر و این مضحکه رو راه بندازید به جای دفاع از اعدام. در نتیجه کسی که میخواد مبارزه بکنه با
باید مبارزه سازمانی یافته و متشکل بکنه و اینا به شدت مخالف حزب و حزبیت و سازمان رو تشکل کنن، برای اینکه فقط در بلبشویی اینا میتونن پنج نفرشون بره اون بالا و تسخیر بکنه و هیچ حسابی هم به هیچ کسی پس ندن. ما به عنوان کسایی که کمونیسم نوع ما و چپ و جنبش سوسیالیستی ایران و همونطور که مبارزات در ایران هست، سازمان داره، معلومه کی فرا خوانده، بازنشستگان معلومه کجا جمع میشن، معلومه سرش کیه، معلومه سخنگوش کیه، معلومه قرار شعارهایی بدن. شما اجازه نداری بری بپری اون بالا میکروفونو بگیری. کدوم تظاهرات و کدوم اجتماع رو شما توی لندن و توی پاریس و توی نتیز میبینید که استیج رو همینجوری باز بکنن که شما هر کسی اومد داره هر و یک نفر میتونه به هم بزنه، یه نفر یه ترقه در کنه توی یک تظاهرات بی سازمان میتونه جنگ را بندازه و میکنن این کارا رو. ببینید شما وقتی نیروی انتظامانتون معلومه، وقتی سخنگوتون معلومه، وقتی سخنراناتون معلومه، وقتی شعاردهندگاتون معلومه، وقتی تریبون آزادتونم معلومه، هر کی میخواد میاد صحبت بکنه. ما بارها و بارها تظاهرات های بزرگی گرفتیم که دعوت کردیم بیایید سخنرانی بکنید و معلوم بوده سخنران ها اسمش هم مثل همه دعوه جوامع متمدن ایران هم فرق نمی کنه اسمش نمیشن و در آخر هم یه تریبون آزادی گذاشتیم دو دقیقه هر کی خواسته بیاد هر حرفی بزنه، ولی دو دقیقه است، نمیتونه بیاد صندلی رو از زیر سخنران بکشه، نمیتونه ترقه در کنه یه دفعه اونجا اسلحه برکشن روتون. در نتیجه این عملیات های غیر سازمانی، هر کی میخواد تو هر تظاهراتی شرکت کنه بره توی تظاهراتی که معلومه که سازمانش کیه، کی سازمانش داده، سخنراناش چیه، شعاراش چیه، پرچمش چیه. اگر خواست میره، اگر نخواست میره یه گوشه دیگه. ما از اول سیاستمون این بوده که ما صفمون رو جدا میکنیم و بارها این کار رو کردیم. در مقابل سفارت بوده، گفتیم به مجاهد که شما اونجا وای میسی شعار میدی برای خودت و راستا اونجا وای میسن، لطفا چیز نکنید چون شما نمیخواید نظم و انضباط اعتراض متشکل و هدفمندتون که علیه جمهوری اسلامی علیه اعدامه تبدیل به این منجلابی بشه که توی ترافالگار سکوئر شد. ترافالگار سکوئر خیلی ها رفتن برای اعدام اعتراض کنن، تبدیل به این فحاشی ها یه مش لومپنی شده. این اتفاق توی تظاهرات صدها هزار نفر هم میتونه بیفته، مهم نیست چه تعدادی هست. توی یک تظاهرات صدها هزار نفره یه نفر ترقه در میکنه حمله میشه، بقیه تیراندازی میکنه. یه نفر شروع میکنه بلنگوی خودشو میاره و شروع میکنه شعارهای تفرقه انداختن، برنامه شما به هم میخوره. شما نباید بذارید مبارزتون به هم بخوره توسط این گروه های فشار و این باند سیاهی ها. گروه های فشار و باند سیاهی در بی تشکلی، بی انضباطی و بی سازمانی رشد میکنن. این چیزی هستش که اطلاعیه حزب گفته. بسیار ممنون از شما رفیق سریا شهابی از رهبری حزب حکمتیس خط رسمی. مرسی از اینکه دعوت ما را به این برنامه قبول کردید. خیلی متشکر. امیدوارم که ما با روزات کارگری که در صحنه از ما با روزات مردمی همه موفق و پیروز بشن و روزهای بهتری رو داشته باشن. امید موفقیت. مرسی.